گروه از مشاورین روز سهشنبه رهنمای تازه را ارائه کردند تحقیقات کافی وجود ندارد تا از معاینات معمول آتیزم در کودکانی که ظاهرا صحتمند به نظر میرسند حمایت کند آتیزم گفتار و کردار افراد را متاثر می سازد عواملی که موجب آتیزم می شود هنوز هم بحث برانگیز است تشخیص آن هنوز هم مشکل آفرین است در برخی موارد حتی دکتران نیز نمی توانند به سادگی آتیزم را تشخیص دهند دکتران خدمات طب وقایعی آمریکا تحقیقات موجود درباره احتمال موجودیت آتیزم در نزد کودکان 18 تا 30 ماه را تحت بررسی قرار دادند. آنان دریافتند که تحقیقات کافی وجود ندارد که آیا کودکانی که ظاهرا سالم به نظر می رسند تحت مراقبت و آزمایش ابتلا به آتیزم قرار گیرند یا خیر. صرف نظر از این که چون این پشنهاد عملی می شود یا خیر تا هنوز تصمیم نهایی در مورد گرفته نشده است. اما برای والدینی که از این ناحیه نگرانی دارند باید از این موضوع آگاهی یابند تا آنان در مورد علائم ابتدایی آتیزم معلومات پیدا کرده و در زمان صحبت با دکتر کودکانشان همه انکشافات و تغییراتی که در نزد کودکانشان مشاهده می کنند آن را با دکتر شریک سازند